اول شروع نکنی من سریعاً سوال اولو مطرح میکنم. تون باش بینم. این سعید جلیلی احمق جانشین لاریجانی چی بگم اومد حرف بزنه راه رفت. چرا میذارن این حرف بزنه؟ در مورد اون دادگاه مربوط به اون لیسه که نمیخوام اسمشو بیارم، تو اون کشوری که نمیخوام اسمشو بیارم، انگلیسو میگم، مزخرفاتی گفت که بند و آب داد. اگه بنابر خرابکاری بود که لاریجانی بهتر از این بود. سب کبیده تو نرو چند تا حرفو با هم قاطی کردی. اولا این جلیلی هنوز کلاس استراتژی رو تموم نکرده به دلیل ریزش همون لاریجانی کشیدنش بیرون از کلاس و فرستادنش اونجا. اونجا هم قرار بود حرف نزنه تا من یادش بدم، ولی چهار تا دوربین که دید خودشو گم کرد و اینجوری خرابکاری را انداخت. مرحوم اولی همیشه میفهمودن بذار با اوتو از میکردن، بله میفهمودن که یکی حرف زدن برد نبود، رفت مجلس ختم، دید همه دارن تسلیت میگن. اولی گفت غم آخرتون باشه، دومی گفتش که در گذشته پدر محترمتون رو تسلیت میگن، اینم دست پاچه شد گفت خیلی ببخشید که پدرتون مرد، عذر میخواه. روشن شد یا یه مزرعه هم از تو بخوای. البته عقل اون یارو مشنگی که حرفا رو زده بود صد شرف داشت به عقل این جلیلی پپه. اما اون لاریجانی، تو میدونی فرق لاریجانی با جاده هراز چیه؟ جاده هراز به یه جایی میرسه ولی ایشون به هیچ جا نرسید. نخه، جاده هراز وقتی ریزش بکنه با بولدوزر جمع و جور بشه. این یکی رو بولدوزر که سهله، مقام عظما هم که سهله، فلک هم نمیتونه جمع و جور بکنه. آقای دکتر بگین برنامه رو تموم کنیم دیگه، هنوز تو هاف تایم اولیم سه تا زدین به مقام عظما، هتریک کردین بابا. سب کو میرم صحبت از هاف تایم شد، به خاطر همین من درخواست یک تایم اوت میکنم تا هم تو بری تیم خودت رو جمع و جور بکنی، هم یه تماسی با مقام عظما بگیرم ببینم که هنوز تو وضعیت دم کردگی هستن یا خلاصه میتونن از این وضعیت بیان بیرون. فضیحت سفرهای استانی احمدی نژاد دیگه شهره خاص و عامه. من یه نمونهش رو خدمتتون میخونم از یک سایت وابسته به خود رژیم که مربوط به سفر ایلام هست. میگه که اهالی بخش ملکشاهی در نزدیکی ایلام که در اعتراض به تغییرات صورت گرفته در رابطه با خودشون معترض بودند، کنار جاده تجمع کرده بودند و وزیر جهاد کشاورزی وقتی آنها را دید به گمان اینکه برای استقبال از او آمدند، این دیگه چقدر پرته، ایستاد و برای مردم دست تکان داد، در حالی که مردم معترض به یک باره به سوی او حمله ور شدند. مردم بعد از پنچر کردن چهار چرخ خودروی اسکندری، احتمالاً چون دیگه چرخ بیشتری نداشتن این چهار تا رو، قصد داشتند به خود او هم آسیب برسانند، اما او با یک خودروی دیگر از معرکه نجات پیدا کرد. بعد از این داستان، این مال وزیر کشاورزیشه، رسیدیم به سخنرانی استاندار ایلام در جریان همین سفر. استاندار ایلام در بخشی از سخنان خود اعلام کرد که 97% مصوبات سفر قبلی رئیس جمهور به ایلام اجرا شده است و در همین هنگام مردم فریاد زدند دروغه دروغه. این مال داستانی. حالا این وسط یک جاندار که چه عرض کنم الان بحث بر سر این هست، یک فسیلی به نام آخوند خزعلی که در شیادی و دروغگویی معروف هست و کارش هم اینه که جعل خلاصه حرفای مختلف و روایت مختلف برای تعریف تمجید از این پاسدار هزار تیر احمدی نژاد، گفت که رئیس جمهور کشورمان حقوق ریاست جمهوری برای سفر نمیگیرد. حالا همونی که با هواپیمای 60 میلیون دلاری این طرف اون طرف میده، حتی نهار خود را نیز از منزل میآورد. ببینیم چه نهاری از منزل میاره. نماینده مجلس خود رژیم تو جریان همین سفر وقتی ازش سوال کردن که شما آیا نان و پنیر می‌خوردین در جریان این سفر،
گفت که ما که نان و پنیر ندیدیم و آنچه که در نهار اعضای هیئت دولت دیده میشد جوجه کباب و از این نوع غذاها بود. احتمالاً انقدر خورده بودن که دیگه چشماشون تفاوت بین جوجه و کباب و پنیر و نمیدونم غذایی که از رستوران میارن تا غذایی که از خونه میارن تشخیص نمیداد. حسن چنگیز بزرگه که میگن توی ها کارت خیلی سطح پایین بود، اصلا در جایگری بلد نبودی. انتظار بیشتری ازت داشتم، فقط که با آدم کشی نمیشه کار کرد. من ادعای خدایی میکردم، توی کار فرهنگی مسلط بودم. برا پاپا، کارهای شما در دوره ما دموده شده بود. ما با قاطعیت کارمون رو پیش بردیم. تو چه دل خوشی داری که فکر کردی کار فرهنگی کسی رو هم گول زد؟ من چنگیز بزرگم، هنرم قتل و کشتار، با یه نیزه تو قلبت میزنم بعد یه هشدار. اگه راست میگی فرعون تو زمین خدایی کردی، بیا مچ بندازیم اگه ببری یعنی خیلی مردی. اگه راست میگی فرعون تو زمین خدایی کردی، بیا مچ بندازیم اگه ببری یعنی خیلی مردی. آی دیگر بشینی سر جاتون. آی دیگر مگه با یه بال میشه پری؟ تو کس؟ آی دیگر من توی قرن بیستم مدرن ترین تلفیق دجال گریوزو رو داشتم، خیلی قشنگ کار می کردم. گوبلز رو داشتم، کوره های آدم سوزی هم به راه. بچه آی دیکتاتورم اند دجالگری نیست از من روی زمین جانورتری. های هیتلر شارم پشتم خط کارم، رتبه اول رو تو دجالگری دارم. بفرمایید، حضرت شیطان فرمودن که در دجالگری حرف نداشتم. برو کنار بچه سوسول، برو کنار تا هم چنگیز خان ردشه هم باد بیاد. بفرما حق به حق در رسید. نفرمودن جفتتون برین کنار پارک کنین. هنوزم که هنوزه اسم من که بیاد ملت میترسن، از من جونورتر گیرتون نمیاد. این خمینی و دار و دستش کیان؟